جهان ما در ماهی گذشت بستر حوادث بسیار مهمی بود و همین هم باعث شد که ما در این ویدیو حوادث مهم ماه آینده میلادی برای جهان و ایران رو برای شما شرح بدیم. در ادامه از شما میخوام که اگه تا الان عضو کانال من نبودید با زدن دکمه قرمز سابسکرایب عضو کانال بشید تا جدیدترین ویدیوهای این کانال رو از دست ندید. نتیجه جنگ روسیه و اوکراین. مهمترین اتفاق پیش روی ماه آینده در مورد جنگ اوکراین و روسیه موضوع جنگ در شهر خارکیفه. شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراینه و پیروزی نظامی در اون برای روسیه یک پیروزی بزرگ حساب میشه و دفاع از اون برای اوکراینی ها در برابر حملات روسیه نیز تبدیل به یک حالت سمبولیک شده. جالبه که بدونید روسیه از جبهه شرقی و همچنین به احتمال زیاد از جبهه شمالی که کشور بلاروس باشه در ماه آینده میلادی حملات خودش رو برای گرفتن شهر خارکیف انجام میده. حملاتی که ممکنه باعث به وجود اومدن تلفات زیادی در هر دو طرف درگیر در این جنگ بشه و طبق آخرین خبرهای مرتبط با نبرد خارکیف تا به الان روسیه در حال گرفتن روستاهای اطراف این شهر بزرگ در اوکراینه و روسیه سعی میکنه که بدین وسیله بتونه مواضع خودش رو محکم‌تر کنه تا بتونه حمله نهایی برای اشغال این شهر رو در ماه آینده با موفقیت انجام بده. در طرف اوکراینی نیز اونها به احتمال زیاد در ماه آینده منتظر رسیدن تسلیحات کشورهای غربی و آمریکا خواهند بود که بدین وسیله بتونن در برابر حملات روسیه در این جنگ که در چند وقت اخیر به نوعی دست بالا رو در برابر اوکراین داره مقاومت کنن. انتظار میره که هر دو طرف یعنی اوکراین و روسیه برای نبرد خارکیف به حملات و عملیات نظامی خودشون ادامه بدن. نیروهای اوکراینی ممکنه تلاش کنن تا مناطق استراتژیک اطراف شهر خارکیف رو پس بگیرن. همچنین روسیه نیز ممکنه حملات هوایی و موشکی خودش رو به زیرساخت‌های اوکراین از جمله نیروگاه‌های برق و خطوط راه آهن شدت ببخشه و این حملات میتونه تاثیرات گسترده‌ای رو بر زندگی و روحیه مردم اوکراین داشته باشه. بقیده بسیار از صاحب نظران نظامی و سیاسی روسیه سعی داره با اشغال شهر خارکیف در ماه آینده دست بالاتری رو در مذاکرات دیپلماتیک برای آتش‌بس‌های موقت و یا حتی پایان جنگ داشته باشه تا بدین وسیله بتونه نظرات خودش رو روی میز مذاکره بر کشور اوکراین تحمیل کنه. نبرد اسرائیل و حماس در رفح. بقیده بسیاری از تحلیلگران مسائل خاورمیانه به احتمال زیاد در ماه آینده ارتش اسرائیل حملات شدید خودش رو به رفح که در قسمت جنوبی نوار غزه داره شروع میکنه و این حملات بقیده اونا میتونه شدیدترین نوع حملات ارتش اسرائیل از شروع جنگ در 7 اکتبر تا به الان باشه. اسرائیل سعی داره که در ماه آینده با اشغال منطقه رفح کل نوار غزه رو از لحاظ جغرافیایی و عملی در اختیار خودش بگیره و بدین وسیله بیشترین ضربه رو به نیروهای حماس وارد کنه. اما این عملیات در ماه آینده به احتمال زیاد با مخالفت‌های گسترده‌ای به خصوص از طرف آمریکا و حتی اروپا و مهمتر از همه افکار عمومی این کشورها مواجه میشه. به طوری که کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی در ماه آینده ممکنه برای کاهش تنش‌ها و برقراری آتش‌بس فشار بسیار زیادی رو به اسرائیل بیارن و از طرف دیگه همچنین ممکنه تلاش‌های دیپلماتیک برای میانجیگری بین طرفین افزایش یابد. تلاش‌هایی که در ماه گذشته میلادی با واسطه‌گری مصر و قطر با شکست روبرو شد و هیچ کدوم از طرفین نتونستن که راه حلی رو برای آتش‌بس موقت و مبادله گروگان‌های اسرائیلی پیدا کنن. اما از طرف دیگه در ماه آینده به احتمال زیاد دولت نتانیاهو در اسرائیل با فشار افکار عمومی و همچنین احزاب مخالف برای پایان دادن به جنگ روبرو میشه و نخست وزیر اسرائیل به احتمال زیاد با گسترده کردن عملیات نظامی سعی در پیدا کردن راهی برای فرار از این فشارهای داخلی خواهد بود که فشارهایی که ممکنه حتی تا اونجا پیش بره که دولت ائتلاف موقتی که برای جنگ در اسرائیل تشکیل شده از هم بپاشه و از طرفی ما شاهد انتخابات زودرس در اسرائیل باشیم. همه اینها بستگی به نبرد ما آینده در منطقه رفح خواهد داشت. نبردی که به احتمال زیاد و بقیده بسیاری نبردی بسیار خونبار هم برای نیروهای اسرائیلی و هم برای نیروهای حماس و بیشتر از همه برای غیر نظامیه که در بین این دو نیروی نظامی گیر کردند و زندگی نرمال اونها با مشکلات فزاینده‌ای از 7 اکتبر تا به الان روبرو شده.
صعود چشمگیر قیمت رمز ارزها به خصوص بیت کوین. بسیاری از کارشناسان حوزه رمز ارز اعتقاد دارند که در ماه آینده ما باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت رمز ارزها به خصوص رمز ارز اصلی یعنی بیت کوین باشیم. اونها برای این ادعای خودشون مدارکی هم دارن. برای مثال جولیو مورنو رئیس سایت تحقیقاتی کریپتو کوانت که در زمینه رمز ارزها فعالیت داره اعلام کرده که نهنگ‌های جاری در ماه قبل رقم شگفت آور 100 میلیارد دلار رو وارد بازار رمز ارز کردند. این هجوم عظیم سرمایه‌گذاری پیشرفت قابل توجهی رو در ارزهای دیجیتال آشکار می‌کنه که نشان دهنده اعتماد رو به رشد به بیت کوین و سایر رمز ارزهاست. نهنگ در بازار رمز ارزهای جهانی به افراد و یا شرکت‌های اطلاق میشه که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال در حد میلیون‌ها و یا حتی میلیارد دلار رو در اختیار دارند. در زمان ضبط این ویدیو قیمت بیت کوین حدود 67000 دلاره. قیمت بیت کوین پس از اون که در اواخر اردیبهشت امسال حتی به نزدیکی 72000 دلار رسید، هم‌اکنون چیزی حدود 67000 دلاره. با این وجود سایت اینوستینگ به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات آنلاین اعلام کرده که برخی از سرمایه گذاران خرد در بازار در حال فروش سرمایه‌های خودشون در زمینه رمز ارزها هستند. به گفته این سایت میزان این فروش‌ها به میزانیه که در صورت ادامه دار بودن اون میشه شاهد کاهش نسبی قیمت بیت کوین در 1-2 هفته باشیم. اما در نهایت این نهنگ‌ها هستند که با عرضه و یا نگه داشتن یک رمز ارز میتونن باعث بالا رفتن ناگهانی قیمت اون در 2 هفته بعد از این کاهش قیمت باشند. با این وجود این سایت همچنین اشاره کرده که رکود قیمت بیت کوین و عدم افزایش اون در هفته‌های اخیر بر علاقه خریداران این رمز ارز تأثیر منفی نداشته و بر اساس داده‌های اخیر علاقه به خرید بیت کوین در بسیاری از کشورها و نقاط جهان با افزایش چشمگیری نیز روبرو بوده و ما به احتمال زیاد در ماه میلادی آینده باید شاهد افزایش قیمت بیت کوین به رقم‌های بین 75000 الا 85000 دلار باشیم و این میتونه بیت کوین و سایر رمز ارزها رو در ماه آینده میلادی به مانند رقیبی برای بازار طلا و همچنین دیگر سرمایه گذاری ها به مانند بازار مسکن و نقره تبدیل کنه. ایران بعد از رئیسی. شاید یکی از مهمترین اتفاقات پیش روی ایران در ماه آینده شروع شدن رقابت‌های انتخاباتی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری بین چهره‌هایی که توسط حکومت ایران قرار تایید صلاحیت بشن و با اینکه به احتمال زیاد در این دوره از انتخابات هم میزان مشارکت ممکنه پایین باشه، اما تعداد زیادی از کاندیدای جناح‌های راست و چپ در حال ثبت نام در انتخابات هستند، به طوری که تا الان چهره‌هایی مانند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، جلیلی رئیس شورای امنیت ملی سابق، وحید حقانیان رئیس اجرایی بیت رهبر ایران و علی لاریجانی رئیس 3 دوره مجلس در ایران ثبت نام کردند و به احتمال زیاد هم شورای نگهبان ایران به مانند دوره قبل تعداد کمی از کاندیدا رو برای رقابت نهایی انتخابات تایید صلاحیت میکنه و ما باید مثل انتخابات ریاست جمهوری در دوره قبل شاهد رقابت چهره های زیادی از جناح راست و یا اصولگرایان و چند چهره محدود از جناح چپ باشیم. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با ایران اعتقاد دارند که رئیس جمهور بعد از ابراهیم رئیسی به احتمال زیاد چهره‌ای نزدیک به او به مانند جلیلی و یا علی لاریجانیه و به احتمال زیاد یکی از این 3 نفر سکاندار ریاست جمهوری در ایران بعد از رئیسی خواهند بود. و همچنین ما باید به این نکته هم توجه کنیم که سیاست کلی در ایران بعد از این انتخابات با هر نتیجه‌ای به هیچ وجه نسبت به دوران ریاست جمهوری 3 سالی ابراهیم رئیسی تغییر بزرگی نخواهد داشت. همچنین به اعتقاد این صاحب نظران اشخاصی به مانند محمود احمدی نژاد هم که با جنجال زیادی در انتخابات ثبت نام کرده به مانند دوره قبل رد صلاحیت میشه. همچنین هنگام ساختن این ویدیو باقر قادیباف رئیس مجلس ایران و مرداد بسپاش دیگر چهره دولت ابراهیم رئیسی نیز در انتخابات ثبت نام کردند که به احتمال زیاد این 2 چهره در نهایت راهی به جاه نمیبرند و احتمال اینکه اونها بتونن در ماه آینده میلادی به پست ریاست جمهوری در ایران برسن بسیار پایینه.